منابع در حکومت و بیرون از حکومت میگویند که نمایندگان بلندپایی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در نشست سفیران کشورهای ناتو در ارگ ریاست جمهوری هنگامی که متوجه حضور حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در این نشست شدند، کاغذهایشان را بر میز گذاشتند و نشست را ترک کردند. منافع کشور جاب میکنه که با دنیا روابطی داشته باشیم و روابط را متداوم بسازیم، یا تداوم روابط را بسیار به یک هنر و به یک سلیقه بسیار ظریفانه دوام بدیم. ارگ برگزاری چنین نشست را تایید نمی کند، اما منابع داخلی و خارجی برگزاری این نشست و ترک نمایندگان ایالات متحده آمریکا را از این نشست تایید می کنند. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی می گوید که در این باره اطلاعی ندارد. متأثر از این هست که رئیس جمهور مصر به این هست که همچنان آقای محب به عنوان مشاور امنیت ملی پا بر جا باشه و این خودش میتونه کشیدگی میان حکومت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور با ایالات متحده آمریکا را جدی‌تر بسازه. حمدالله محب در سفر اخیرش به ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا را برای صلح افغانستان متهم ساخت که در گفتگوهای صلح با طالبان و دنبال منافع خودش است. این گفته های آقای محب واکنش های بسیاری را برانگیختند و وزارت خارجه آمریکا گفت که دیگر با آقای محب تعامل نخواهد کرد.